نور زیاد به چشم نیستش. نه دیگه همه چی خوبه، ممنونش. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز چهارشنبه که آمریکایی هم نمیدونم چرا، هنوزم نفهمیدم چرا آمریکایی ها بهش میگن لاکی ونزدی. فهمیدم ما به خاطر بلیط های بخت آزمایی بهش میگفتیم چهارشنبه خوشبختی، ولی برای من روز چهارشنبه روز مغتنمی است، برای اینکه میتونم در خدمت بزرگوارانی باشم چون جناب دکتر جلال ایجادی که مهر میکنه و در حقیقت از کلاس درس از دانشگاه که میاد میدونی معلمی کار سختیه، کار آسونی نیست، خیلی انرژی میبره و فقط باید عشق داشته باشی تا بتونی این کار رو انجام بدی، هیچ چی دیگه پشتش نیست، هیچ موتیویشنی به قول فرنگی ها نداره الا عشق. و این عشق اونقدر زیاده در وجود آدمی مثل آقای دکتر ایجادی که حتی شروع میکنه به مطلب نوشتن، مقال نوشتن، که ما با مقاله های شیواش هم آشنا هستیم، تو بخش مقالات ما هم مقالات آقای دکتر ایجادی قرار میگیره و بعد از اون از کار درس که فارغ میشود میاد خونه و ما در خدمتش هستیم و میشنویم فرمایشاتشو. و همطور که پیگیر هستید، بحث اصلی در حقیقت جریان کلی این برنامه بر روی موضوع محیط زیست است. الان در بازار میبینی که یه غذاهایی رو میارن به عنوان غذاهای ارگانیک معرفیش میکنن، میگن این غذاها ارگانیک، یا حتی در فروشگاه‌های بزرگ اینجا میگه که مثلا این فرض کن ماهی که داری میخوری ماهیه که توی دریا صید شده، این گرونتره تا ماهی های پرورشی که توی در حقیقت محفظه ها اینا رو تربیت میکنن. یا فرض کن میگه این تخم مرغه، تخم مرغی است که مرغش در قفس نگهداری نشده، در فضای آزاد است. و همینطور ادامه داره، این سبزی نمیدونم اینجوریه، این میوه اینجوریه. ولی با توجه به همه آلودگی هایی که در پیرامون ما وجود داره، در هوا که استنشاق میکنی، از بارانی که به روی زمین میبارد، علم چه باران زیبایی تو منطقه ما داره میبارد، و این کالیفرنیایی که خیلی میگن خشکه، ولی وقتی میگن خشکه اونجور نیست که راجب ایران میخوان، اون وقتی می راجبش حرف میزنه میخواد مال خودش رو سطحش رو کم کنه بیاره پایین. وقتی اینجا میگه خشکه یعنی 20 سال دیگه ممکنه همچه اتفاقی بیفته، مرتب این مخازن یا دریاچه های آب رو متر میکنن، اندازه میزنن. و حتی یادمه که چند پیش رئیس جمهور آمریکا آقای اوباما رو برده بودن سر یکی این دریاچه ها و میله رو به دست اون داده بودن تا دیپ بزنه ببینه که این میله رو بهش میگن دیپ دیگه، این میله رو بزنه ببینه که سطح آب در کجاست. ولی اون اگه میگه که مثلا کالیفرنیا خوشسالیه، آقا ایران هم خوشسالیه، کالیفرنیا هم خوشسالیه، اون میخواد در حقیقت خلط کنه مبحثو. اجازه بده، چون میدونم شما مشتاقید که صحبت‌های آقای ایجادی رو بشنوید، بنابراین من این مقدمه طولانی رو رها میکنم، میرم خدمت آقای ایجادی نازنین، ضمن سلام و ابلاغ ادب خدمت ایشون و تشکر فراوان از اینکه مهر میکنه و در برنامه ما هم شرکت میکند، ازش خواهش میکنم که قدری راجب این اوضاع احوال، راجب تأثیر محیط زیست در مسمومیت ما آدم ها بپرسیم، ببینیم که آقای ایجادی چی فکر میکنه، چجوری میبینه این صحنه رو، و خوشحال میشیم که بشنه. آقای ایجادی حق به جانب شما بود، ظاهرا مثل این که اون نور سمت راست شما یه قدری زیاده، کاملا حق به جانب شما بود. بله حالا درست بفهمید، فرمایش شما رو گوش میدیم با جان دل. دوستان مهربان سلام بر همگی، امیدوارم که خوب باشید. مطلبی رو که امشب در نظر گرفتید جناب آقای بهبهانی عزیز یکی از مطالب بسیار اساسی هستش، و اون اینکه اگر ما از مسئله آلودگی محیط زیست و خرابی محیط زیست صحبت میکنیم، این مسئله محیط زیست فقط یک مسئله جانبی، یک مسئله فرعی نیست،
به خاطر اینکه محیط زیست بر مجموعه حوزه های زندگی انسانی تسلط داره، ارتباط داره و بنابراین هر گونه تحولی در محیط زیست، مفهوم زیست بوم، هر گونه تغییر و تحولی، هر گونه بدی یا خوبی در این زمینه مستقیما در زندگی انسان ها تاثیر داره. و این زندگی یعنی چی؟ یعنی از اقتصادش، از صنعتش، از آب خوردنش، از سلامتیش، همه جوانب گوناگون این زندگی تحت تاثیر وضعیت بد محیط زیست قرار میگیره. ما در شماره های پیش جنبه های گوناگون محیط زیست رو نگاه کردیم و از جمله مسئله آب، مسئله آلودگی ها، مسئله رابطش با فرهنگ، غیر و ذالک. امشب ایده ای که هستش این هستش که آیا در ایران امنیت غذایی، غذا به معنای غذا خوردن، خوراکی، آیا امنیت غذایی وجود داره یا نداره و مسئله سلامتی انسان ها در رابطه با مسئله محیط زیست رو چجوری میشه خیلی خلاصه و کوتاه برخورد کردش. اجازه بدید قبل از هر چیز یه به اصطلاح تعریفی بدم از سازمان ملل متحد که در ارتباط با امنیت غذایی چنین توضیح میده. میگه که امنیت غذایی عبارت از این استش که غذایی موجود بودن غذا، یک، دوم در دسترس قرار گرفتن غذا و سوم پایداری در یافت غذا هستش. یعنی چی؟ یعنی که در شرایط اجتماعی کشور باید افراد در حداقل رفاه و حداقل قدرت خرید باشن که بتونن از این غذای موجود استفاده بکنن و این به شکل به اصطلاح سازمان یافته در اختیار مردم قرار بگیره که افراد بتونن به موادی که مورد نظرشون هستش دسترسی پیدا کنن و اونها رو مصرف بکنن. و سومی که پایداری هست، پایداری در یافت، یعنی به این معنا که یک روز باشه یک روز نباشه، یک دورانی بحران باشه یک روز به اصطلاح کمی آرام باشه، این هم باز یک خدشه وارد میاد روی همون اصل تعریف. و بنابراین با توجه به این که این تعریف عمومی هستش، ولی در نهایت امر میخوایم به چه چیزی جواب بدیم؟ میخوام به این جواب بدیم که آیا در یک کشور یا یک جامعه عناصر لازم برای رشد و زندگی فرد انسانی وجود داره و اینکه آیا سلولهاش تغذیه میکنن، انرژی لازمه وجود داره، ویتامین های لازمه وجود داره که انسان ها بتونن زندگی بکنن یا نه. و بنابراین نکته اصلی که در این به اصطلاح تعریف هستش، در یک کلام میشه گفت این مسئله کمیت غذا به معنای به اندازه کافی بودن غذا برای اون جمعیت اون کشور هستش. به تبع بلافاصله یک مطلب دیگه هم به این مسئله باید اضافه کرد و اینی که این میزان غذاهایی که افراد میخورن آیا دارای یک تعادلی هست از نظر مجموعه ویتامین ها، مجموعه کلسیم، آهن، غیر و ذالک یا نه. چون اگر غذای در واقع قابل تعادل و دارای تعادلی نباشه، به بناگزیر در درون بدن انسان ناهماهنگی هایی رو و کمبود هایی رو تولید میکنه. و از برابر این جنبه دوم این هستش که در کنار اون کمیت مسئله در واقع تعادل داشتن در مجموعه موادی که لازم هستش برای زیست انسانی. و نکته سومی هم که باز باید اضافه کردش این هستش، اون جنبه بیشتر کیفی به صلاح این مواد هستش، این غذا هستش. یعنی چی؟ یعنی که این موادی که انسان ها میخورن آیا این مواد اساساً دارای نوعی سم هستش، دارای نوعی مواد شیمیایی هستش که خوردن اینها ممکنه فرد رو در واقع از سیری درش بیاره اینا، ولی که چه بسا اثرات بسیار خطرناکی در روی زندگی اون و روی سلامتی اون باقی میگذاره. بنابراین در اینجا در یک نگاه عمومی که نگاه بکنیم، امنیت غذایی چیست؟ امنیت غذایی یک، این که غذا به اندازه کافی وجود داشته باشه، دو، این که این غذا دارای تعادل باشه به همه جنبه های ویتامین ها و مجموعه عناصر خودش در خودش داشته باشه، و نکته سوم این که دارای کیفیت باشه و این غذاها به نحوی در واقع مسموم و زهرآگین برای به هر حال زندگی اجتماعی، زندگی افراد نباشه.
حال این چرا این مسئله مهم هستش؟ این مسئله مهم هستش به خاطر اینکه مسئله اساسی که در این جوامع هستش اینکه بالاخره انسان میخواد سلامت باشه. شما در نظر بگیرید که در کل جهان حدوداً بر اساس آمار سازمان ملل ما تا سال 2050 به بیش از 9 میلیارد جمعیت میرسیم. الان حدود 7.4 تا هستش. برابر این 7 میلیارد به 9 میلیارد میرسه و برابر این تا چند سال دیگه، یعنی خیلی کوتاه، تا حدود 30 سال دیگه، این بر اساس به اصطلاح تحقیقاتی که صورت گرفته این میزان از تولید کنونی باید به 2 برابر تبدیل بشه که بتونه این جمعیت جهان رو بهش چی؟ غذا و خوراک بده. یعنی چی؟ یعنی این که این مجموعه این اقتصادهایی که در کل جهان هستن در کلیت خودشون میزان تولید کنونی را به 2 برابر باید افزایش بدن که بتونن اون نیاز فردا رو تامین بکنن. چرا؟ به خاطر این که به خاطر این هستش که ما هر چقدر جلو اومدیم، درسته که مسئله جمعیت افزایش پیدا کرده، ولی یکی از ویژگی‌های جوامع بشری و از جمله جامعه ایران هم میزان به اصطلاح گسترش مصرف هستش و در درون این گسترش مصرف میزان گسترش اسراف و هدر دادن هستش. و امروز ما در جهان اگر دقت بکنیم و از جمله در ایران، در واقع میزان گستری از این خوراکایی که تولید میشه هدر میره. من نگاه میکردم در این چند وقت اخیر در ارتباط با وضعیت ایران، با خود دولت این به اصطلاح چیز رو داده، این آمار رو داده و این گفته که البته آماری هستش که از طرف سازمان ملل در ارتباط با ایران داده شده و از جمله مقامات ایرانی این رو مطرح می‌کردن، این هستش که در ازای هر نفر در ایران در ازای هر نفر 136 کیلو کالری غذا در ایران به هدر میره. در ازای هر نفر هر روز 136 کیلو کالری غذا از بین میره و دور انداخته میشه. و بنابراین یک مسئله عجیبی هستش که از یک سو جامعه جهانی با فقر مواجه هستش، بعد ایران هم بخشهای مهمی از جامعه ایران با فقر مواجه هستند، ولی در ضمن خود این جوامع و جامعه جهانی به مرور و به طور مسلسلوار در حال داغون کردن اون موادی هستش که دارن تولید میکنن. بنابراین با توجه به این نکته‌ای که سازمان ملل میگه، ببینید نکته‌ای که مهم هستش اینه که اگر ما باید میزان این تولید رو بالا ببریم، شما نگاه بکنید در ارتباط با مجموعه شرایطی که در این در درون کشاورزی باید مورد توجه قرار داد، این عوامل چگونه عمل میکنن. یک، مسئله آب رو نگاه بکنید در ایران و در کل جهان و مسئله در واقع کم شدن آبهای شیرین هستش. دو، مسئله دیگه که مطرح هستش این هستش که زمین هایی که به تعلق به کشاورزی داشته، این زمین ها داره بیش از پیش کمتر میشه و بنابراین میزان کشاورزی نسبت به سطح زمین ها افزایش پیدا میکنه البته، ولی سطح زمین هایی که مورد زیر کش بودن اینها دارن کم میشن. از سوی دیگه ما با انرژی مواجه هستیم، یعنی انرژی هایی که استفاده میشه، این انرژی ها به هر حال بیش از پیش ملت دارن از این انرژی های نفت، گاز و غیر و ذالک استفاده میکنن و در یک به اصطلاح دورنمای جهانی گفته میشه که این انرژی ها از حدود 50 سال به اون طرف دیگه به سوی در واقع محدود شدن به شکل ملموسی دارن حرکت میکنن اینا. و یا مسئله دیگه ای که مطرحش این هستش که خود جمعیت اگر افزایش پیدا میکنه، ما در نظر داشته باشیم که تغییرات جوی، تغییرات اقلیمی وجود داره، مسئله گرمایش مثلا گرما وجود داره و مسئله افزایش خشکی ها وجود داره و بنابراین همه و همه اینها به عنوان عامل های منفی عمل می کنن. بنابراین از یک سو باید افزایش تولید کرد، از سوی دیگه می بینیم که عوامل منفی داره عمل می کنه که بنابراین با توجه به این پرسپکتیو که ما می تونیم حس بکنیم، شرایط بسیار نابسامانی رو در برابر ما قرار می ده. حالا من از این میخوام یه پل بزنم اگر اجازه بفرمایید به وضعیت ایران نگاه یک کمی دقیق‌تر بکنیم. آیا ایران مسئله امنیت غذایی درش
تأمین شده هستش یا دارای نوعی نابسامانی غذایی و آنچه که به اصطلاح علمیش میگن امنیت غذایی لازم در ایران وجود نداره. یعنی چی؟ در دو زاویهش نگاه بکنی، یکی از نظر کمیش و به اصطلاح تولیدیش نگاه بکنیم، جنبه دوم رو از نظر کیفیش نگاه بکنیم. در گام اول از نظر کمیش نگاه بکنیم. ببینید خود ایران، درسته که بخشی از جمعیت ایران در زیر خط فقر قرار دارن و به راحتی نمیتونن معیشت خودشون رو جبران بکنن و این فقر در یک جامعه‌ای که این همه ثروت‌های زیرزمینی داره و این همه پول نفت داشته و در واقع در شرایط بسیار بسیار توأم با بی‌عدالتی مردم قرار دارن، ولی که حالا کل شاخص‌های عمومی به اصطلاح جامعه رو نگاه کنیم و کشور رو نگاه بکنیم، یکی دو تا تابلو هستش که میخواستم با هم دیگه نگاه بکنیم. ببینید یکی از این تابلوها تابلویی که هستش که نشون میده که میزان تولیدات در طی حدود از سال 1961 تا 1912، یعنی تا حدود 4 سال پیش، وقتی که دقت بکنیم میبینیم که میزان خودکفایی کشور در زمینه‌های گوناگون به شدت ضربه خورده و ایران امروز ما قادر نیست تولیدات لازم و پایی برای مردم خودش رو فراهم بکنه. نگاه بکنید مسئله شکر، مسئله برنج، گندم، سویا، ذرت، جو، همه و همه این مواد که مواد اصلی زندگی و خوراک مردم ایران هستن، به مرور در واقع تولیدات داخلی داغون شده و آنچه که در واقع جاشو گرفته تولیدات خارجی هستش. تولیدات یعنی ورود محصولات کشاورزی و غیر کشاورزی از بیرون هستش و ما نگاه که بکنیم می‌بینیم که این چه سیاستی هستش که در طی این حدوداً بگیم 50 سال اخیر، 30 سال اخیر به شدت این توانایی های در واقع کشاورزی ایران به خصوص در طی 30 سال اخیر با یک آهنگ بسیار بسیار شتابیابندهی به سوی نابودی حرکت شده. یعنی ملت ایران باید این سوال بکنه خودش که تحت به اصطلاح این حکومت چگونه جامعه‌ای که میتونست چای خودش رو، برنج خودش رو، گندم جوی خودش رو به راحتی تامین بکنه، به مرور همه این مناسبات داخلی، این تولید داخلی در هم شکسته شد و امروز اگر چنانچه تولیدات به اصطلاح داخلی در کنارش ورود این محصولات از خارج انجام نگیره، شرایط بسیار بسیار خطرناکی برای جامعه خواهد بودش و این بیان در واقع عدم کفایت رهبران این مملکت هستش، بیان سوء استفاده هستش، بیان عدم مدیریت صحیح کشاورزی در این کشور هستش. این مردم ایران این دانایی و این به اصطلاح مهارت رو دارن، چرا که در گذشته داشتن، که بتونن به سوی خودکفایی خودشون حرکت بکنن، ولی عملا شرایطی که ما ببینیم این مجموعه به اصطلاح صادرات نشان دهنده ورشکستگی اقتصاد کشاورزی در ایران هستش. حال تابلوی دومی رو نگاه بکنیم که در ارتباط با مسئله به اصطلاح از مجموعه صادراتی که هستش، میزان صادرات غذایی وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که میزان حدوداً در سال 1388 میزان ورود غذایی، ورود به اصطلاح محصولات غذایی حدوداً 1/4 مجموعه بودش، حدوداً 1/4 در سال 1388. حال آنکه در سال 1392، یعنی 2-3 سال پیش، میزان خوراکی های و مواد غذایی که از خارج وارد ایران میشه 75% این به اصطلاح مواد رو تشکیل میده. 75% این مواد رو تشکیل میده. یعنی چی؟ یعنی شما نگاه میکنید که برای خوردن و برای زندگی کردن به شدت جامعه وابستگی خودشو افزایش داده و این مجموعه موادی که وارد بازار اگر چنانچه نشه، این بنابراین یک شرایط کاملا قحطی خواهد بودش و جامعه نمیتونه به اصطلاح به نیازهای خودش جواب بده. حال آنکه ما در نظر داشته باشیم کشورهایی مانند آمریکا، مانند کانادا، مانند فرانسه،
مانند حتی چین، کشورهایی هستند که در حوزه کشاورزی بالاترین راندمان رو دارند و بازار جهانی رو در اختیار خودشون دارند. در تمام این زمینهایی که ما صحبت کردیم، مسئله گندم، مسئله ارزم حضورتون که جو و غیر و ذالک، تمام این کشورها تولید کننده و صادر کننده در صحنه جهانی هستش. حال آنکه ایرانی که به این در گذشته خودش تا حدودی خودکفایی داشته، علارغم شعارهای در واقع توخالی و شعارهای ضد آمریکایی مبتذل، هیچ گونه قدرت اقتصادی در این زمینه نداره و یک اقتصادی هستش که شدیداً وابسته به اقتصاد جهانی و مسئله به اصطلاح محصولات کشاورزی جهان هستش. با توجه به این هستش که حال اگر ما اگر نگاه بکنیم، خب اگر این میزان به اصطلاح ورود مواد غذایی در ایران اوج میگیره، این بیان چیست؟ بیان این هستش که یک، گفتیم کفایت و مدیریت تولیدی داخل خیلی خراب هستش. از سوی دیگه همچنان که در دوران اخیر از جمله دوران احمدی نژاد و تا به امروز این مسئله ادامه داره، این بیان واقعیت رشد مجموعه شبکه‌های مافیایی، شبکه‌های در واقع ربطخار، شبکه‌های دوز، شبکه‌های فاسد هستش که از طریق ورود به اصطلاح این صادرات بر کیسه‌های خودشون، بر به اصطلاح دارایی‌های خودشون می‌افزایند و بنابراین فرصتی هستش، فرجی هستش که این تخریب برای اینها بهشت برینی باشه. و این در واقع بیان این هستش که چه بسا به شکل خیلی روشن میشه گفت که اقدام برای تخریب کشاورزی ایران توأم بوده با اراده مدیران سیاسی این کشور که بخوان به شکل آگاهانه و با اراده این شرایط رو، این شرایط اقتصادی رو خراب بکنن تا بتونن افراد باندهای خودشون و شبکه‌های گوناگون از این موقعیت استفاده بکنن و خودشون رو به ثروت برسونن. و در اینجا هستش که ما نگاه میکنیم زمانی که اینها بر سر قدرت هستن، قدرت اقتصادی هستن، چرا؟ فقط یک رقم خدمتتون عرض بکنم. بر اساس آمار و نوشتهایی که وجود داره و مطرح شده، خود این قاچاقچیان و مافیایی که در زمینه گندم، برنج، چای و غیر و ذالک عمل کردند و اینها رو در انحصار خودشون قرار دادن، میزان سود اینها میدونید چقدر هستش؟ سود خلص اینها بر اساس آمارهایی که اینجا اونجا درس کرده، گفته شده که 77% سود اینها سود خلصه. 77%. یعنی شما نگاه بکنید که با چه میزان به سر قیمت نازلی اینها رو از هند یا جاهای دیگه میخرن و اینها در واقع وارد بازار ایران میشه و این کسانی که از این طریق در واقع سود کلان میبرن، همین مافیای قدرت و همین مافیای در واقع ربخار هستش. و به این ترتیب اینها دیگه کدوم اخلاق؟ اخلاقی ندارن. اینها تنها اخلاقشون چاپیدن هستش. اینها این موادی رو که وارد میکنن باید به اکثریت سود خودشون برسن و این سود خودشون در پوشش سیستم گمرکی ایران هستش، در پوشش سیاست‌های دولتی ایران هستش، در پوشش سیاست‌های بازاری‌های ایران هستش. این مسئله یک امر اتفاقی نیست، امر آگاهانه هستش که این روی میده به این ترتیب. و بخش دومی که اینجا حالا میشه مطرح کرد و اون این هستش که اگر چنانچه بنابراین اقتصاد کشاورزی داخل ایران تخریب میشه و یکی از جنبه‌های اساسی امنیت غذایی ایران تخریب میشه و بنابراین وابستگی به خارج افزایش پیدا میکنه و باندها در واقع به این ترتیب از موقعیت بهتری استفاده خواهند کرد، حال آیا این وضعیت از نظر کیفی به زیان ایرانیان هستش یا به ضرر ایرانیان هستش؟ یعنی جنبه دوم تعریف ما که مسئله امنیت غذایی، از یک طرف ما میبینیم که شرایط کنونی اقتصاد ایران تخریب شده هستش و جامعه نمیتونه غذای خودش رو تولید بکنه، از سوی دیگه حال اگر درها به شکل گسترده باز هستش، موادی که در داخل ایران هستش، مواردی که در شاخهای اقتصاد به اصطلاح صنایع غذایی هستش و موادی که وارد ایران میشه، اینها وضعش چجور هستش و آیا
کیفیت مواد غذایی تأمین هستش، که این هم حتما حتما در این بخش دوم من نشون میدم که متاسفانه کیفیت مواد غذایی در ایران وجود نداره و سلامتی انسانها به شدت ضربه خورده و باز هم ضربه های جدیدتری خواهد خورد. تا قبل از اینکه این بخش بپردازم میخواستم فرصتی باشه که شما دوستان نفسی بکشم و شما احتمالاً منو هدایت بکنید به سوی تمهایی که مورد نظرتون هستش. سوالی در حقیقت باقی نمیماند، برای اینکه شما مطالب اونقدر درست تعریف میکنید که پیچیدگی نداره. اما به حال دولت ها و نقش دولت ها در این ماجرا، اینکه این دولت چه اهمیتی به این ماجرا میداد. همین الان در امریکا و ماجرای انتخابات در امریکا و آقای ترامپ و وضعیت موضوع گرمایش زمین، که دی از اینها به این داستان باور ندارن و معتقدن که نه، ما این حرف از زبان احمدی نژاد هم در مورد دریاچه رضایی به صورت کمیکش رو شنیدیم که گفت بله خب این دریاچه از گاهی کوچیک میشه گاهی بزرگ میشه، و نشون میده که اصلا اهمیتی ما در رژیم گذشته پهلوی به خاطر وجود تکنوکرات ها، به خاطر وجود آدم های تحصیل کرده که در مصدر کار بودن، بهها به این موضوعات اهمیت میدادن، ولی اینا اصلا براشون این داستان معنا مفهوم نداره. من میخواستم پرسش بکنم اگه ممکنه قدری باز کنید نقش دولت رو در این محیط زیست، آگاهی رسانی و اینکه بالاخره مردم رو باید آگاه کنیم تا مردم آگاه نباشن. ببین الان من یادمه که من سال 98 ابتدای یعنی همین ایام در دسامبر 97 اروپا رو ترک کردم اومدم به آمریکا. اون موقع ما در سوئد که بودیم این کیسه پلاستیک رو ممنوع کردن و گفتن آقا کیسه پلاستیک نمیشه داشته باشی، این بایستی که پاکت استفاده کنید کاغذی، چون که میگن مثلا پلاستیک بر نمیگرده به چرخه طبیعت، وقتی تولید شد دیگه تولید شد و این همیشه هست نابود نمیشه یا به چرخه طبیعت باز نمیگرده ریسایکل نمیشه. حالا ببین چقدر طول کشیده، از 20 سال تازه در این منطقه ما، البته 2 سال پیش از این در لس آنجلس، در شمال لس آنجلس، منطقه‌ای که بهش ولی میگوین که بالاخره شمال لس آنجلس است، اونجا اعمال کردم، ولی از اونجا تا به اینجا هم 2 سال طول کشید تا اینکه اخیراً گفتن از ماه دسامبر، یعنی از همین ماهی که شروع شده، دیگه مثلا پلاستیک نباید داشته باشین، هر کی میتونه کیسه زنبیل خودش رو همراهش بیاره یا یعنی اینکه یه پولی بده و کاغذ، یعنی کیسه کاغذی رو دریافت بکنه. خب این نقش دولت رو در این داستان به ما نشان میده. میخواستم از این منظر نظر شما رو بشنوم. بفرمایید. بله، همونطور که ما میدونیم در واقع دولت به از نظر تعریف خودش در واقع پاسدار منافع یک جامعه هستش، منافع عمومی یک جامعه هستش. یک دولت به مفهوم کلاسیک خودش نقشش چیست؟ نقشش اینه که اگر نگاه بکنیم به مثلا نوشته های هابس، به نوشته های مونتسکیو، بزرگان فلسفه، خیلی روشن توضیح میده که نقش دولت در این هستش که بتونه در واقع دارای ارتش باشه که از مرزها حمایت بکنه و دفاع بکنه، دارای پلیس هستش که بتونه در برابر متخلفین در واقع اقدام بکنه و اونها رو دستگیر بکنه، و در ارتباط با یک دستگاه به اصطلاح قضایی هستش، دادگستری هستش، که بتونه قانون رو در جهت عدالت کشوری و در رعایت قانون انجام بده، و به علاوه دولت هایی هستش که به عنوان دولت رفاه گفته میشه، که این دولت های رفاه به این معنا هستش که علاوه بر اون سه جنبه قبلی در ضمن نقش برجسته‌ای در اقتصاد و در به اصطلاح ساماندهی های سرمایه‌داری در این کشور دارن، یک دو نقش برجسته‌ای در زمینه سیاست و اجتماع دارن، و بنابراین اگر این 5 جنبه رو ما در نظر بگیریم نقش دولت رو تعیین میکنه. دولت در تمامی زمینه‌ها دارای یک مسئولیت بسیار بسیار گسترده نظامی، پلیسی،
قضایی و همچنین در ارتباط با زندگی انسانها، در ارتباط با قوانینی که اجازه بده که حقوق انسانها و زندگی انسانها رعایت بشه. خب این زمانی که ما نگاه میکنیم از جنبه های به اصطلاح برخوردمون به امر دولت، دولت ها به طبع دولت هایی هستن که بر پایه دموکراسی، بر پایه حقوق، بر پایه قانون، بر پایه رای دهندگان به شکل واقعی بر سر قدرت آمدن. دولت هایی هستن که نتیجه کودتاها، نتیجه در واقع خشونت ها و نتیجه سرکوب مردم به سر قدرت آمدن، و دولت هایی هم هستن که چه بسا به شکل ترکیبی باشن، یعنی حتی اگر یک زمانی هم عین دولت ایران میگن که ما بر اساس اون لحظه ای که اومد سر قدرت گفتن که آری یا نه، و 99% مردم گفتن که آری، برابر این مشروعیت داره برای جمهوری اسلامی، در حالتی که این نیست. اون زمان در واقع مردمی رأی دادن که از خود بی خود گشته بودن، اون مردمی رأی دادن که هیچ گونه به اصطلاح آلترناتیو و گزینش های صحیح رو بهشون عرضه نکرده بودن، و در اون فضای شور انقلابی و کورکورانه ای که اون لحظه وجود داشت در واقع گفتن که آری. ولیکن واقعیت هم این هستش که اگر اینها به خودشون اعتقاد دارند و فکر میکنن که کماکان همون تمایل هستش، کافی هستش امروز زیر نظر به اصطلاح ارگان های بین المللی، حقوق بشری بین المللی، یک به اصطلاح انتخابات انجام بدن تا بفهمیم و ببینیم که اینها در واقع به هیچ وجه من الوجوه نمی توانند در قدرت باشن، به خاطر برای این در قدرت هستن، چرا که فقط به اعتبار سرکوب، به اعتبار خفقان و شدت خفقان پلیسی هستش که اینها در سر قدرت هستن. یک اقلیتی در این جامعه از اینها حمایت میکنه و این اقلیت در واقع به هیچ وجه بیان دموکراسی در این جامعه به هیچ وجه نیست. حالا با توجه به مطلبی که شما مطرح کردید، ببینید امروز در سطح به اصطلاح اروپا که ما نگاه بکنیم، پارلمان اروپا و کمیسیون اروپا یکی از ویژگی‌های برجسته‌ای که دارند در زمینه مسائل محیط زیست، یعنی حفاظت از آبها، حفاظت از جنگل‌ها، حفاظت از به اصطلاح منابع طبیعی به شکل همگون برای کل کشورهای اروپایی در دستور قرار دادن، و هر کشوری باید از این قواعد اروپایی در واقع باید تبعیت بکنه اینا. و در درون خود هر کشورها هستش که در این زمینها بودجه های کلان وجود داره، آموزش های بسیار گسترده سراسری وجود داره، مسئولیت های در واقع دولتی وجود داره، و در این زمینه ها کارهای بسیار بسیار گسترده صورت میگیره. حال آنکه در ارتباط با مسئله به اصطلاح محیط زیست و نقش دولت ها، اولین اقدامی که دولتی میتونه بکنه و که هم به اصطلاح نقش سیاسی هستش، هم نقش اقتصادی هستش و هم نقش محیط زیست هستش، ایجاد یک کشاورزی متکی بر به اصطلاح به تکنیک های جدید، ولی در این حال کشاورزی که همخوانی داشته باشه با امر طبیعت. حال آنکه در ایران ما میبینیم که کشاورزی ایران داغون شده استش، و بنابراین در ایران دولت ایران به عنوان کسی که باید منافع عمومی رو رعایت بکنه، و این منافع عمومی یعنی منافع مصرف کننده و منافع تولید کنندگان کشاورزی ایران امروز در حال تخریب هستند. این تخریب توسط چه کسانی صورت میگیره؟ توسط در واقع خود سیستم اداری و دولتی ایران صورت میگیره. یعنی چی؟ یعنی زمانی که شما درهای مملکت رو باز میکنید به نحو بسیار گسترده‌ای، به اصطلاح اجناس کم کیفیت رو وارد بازار میکنید و هیچ گونه سوبسید و یا یارانه‌ای رو برای تولیدات داخلی در نظر نمیگیرید، این بیان تخریب اقتصاد کشاورزی و بنابراین عدم رعایت وظیفه یک دولت به عنوان منافع همگانی هستش. یک جنبه دیگه‌ای که با شما در نظر بگیریم این هستش. ببینید دولت ها در ارتباط با هر گونه اقدامات و یا رابطه در حوزه صادرات و خارجی، به اصطلاح صادرات و واردات خودشون، به خصوص در زمینه واردات قاعده می ریزن، به اصطلاح نرم برقرار می کنن، به خصوص در زمینه کشاورزی نرم وجود داره. امروز شما در نظر بگیرید که در ارتباط با کل
محصولاتی که وارد اروپا میشه اینها نرم براش گذاشتن، یعنی ضابطه گذاشتن که به فرض مثلا نوع به اصطلاح سیب زمینی هایی که وارد این بازارهای اروپا باید میشه چگونه باید باشه از نظر کیفیت خودش و یا حتی اندازه خودش، نمیدونم لبو، نمیدونم مسائلی مانند به اصطلاح ذرت، برنج، همه و همه اینها نرم گذاشتن. و اگر امروز آمریکا نمیتونه هنوز درگیری وجود داره که ذرت هایی که اوژم خودش رو در درون اروپا به فروش برسونه، به خاطری هستش که قاعده گذاشتن اینجا که به اصطلاح محصولات اوژمی و ترانسژنیک اینها رو در واقع وارد بازار اروپا نباید که، و اینها در واقع بسیار بسیار میزان کمی ازش میشه استفاده کردش و برابری نرم های کنونی در اروپا و مسئله سلامتی در اروپا این اجازه نمیده که اون محصولات آمریکا وارد اینجا بشه و یا حتی در ارتباط با کشورهای دیگه مانند آفریقا و یا به اصطلاح آسیا هم هر کسی نمیتونه هر گونه به اصطلاح محصولی رو وارد اینجا بکنه. حال شما نگاه میکنید که آیا در ایران، آیا سیستم گمرک ایران، آیا وزارتخانه های ایران در ارتباط با محصولات وارد ایران میشه اینها کنترل میکنن؟ نخیر. بنابر شهادت انواع اقسام به اصطلاح روزنامه هایی که در ایران هستش در ارتباط با ورود محصولات خارجی این مسئله رعایت نمیشه. به عنوان نمونه وقتی برنج های هندی رو که در ارتباط با مسئله نفت، چون نفت گرفته بودن و ایران به ایران نمیتونست پول نفت رو بده، از طریق به اصطلاح معامله پایاپای نفت در برابر برنج ها رو وارد کردن. بعد ما در روزنامه ها و مطبوعات دیدیم که گفتن برنج های هندی برنج های مسموم هستش. این بیان چیست؟ این بیانی هستش که در واقع این حداقل رعایتی که باید بشه در ارتباط با نرم هایی که مربوط به سلامتی و بهداشت هستش صورت نمیگیره. یا به عنوان نمونه خدمتون عرض بکنم، این تازه مسئله ورودشه، صحبت از نقش دولت میکنید. نقش دولت، من از شما سوال میکنم و از تمام شنوندگان و بینندگان رسانه شما سوال میکنم. ما میدونیم که در ایران از جمله در اخبار بارها این تکرار شده، هندونه ای که به اصطلاح میکارن از جمله بهش در واقع پای این هندونه ها میدونید چه استفاده میکردن؟ نوعی رنگ استفاده میکردن که این رنگ قرمزی در واقع هندونه ها رو افزایش بده که به این ترتیب در بازار بتونن به اصطلاح به راحت تر بفروشن. شما زمانی که از طریق به اصطلاح سیستم آبیاری و وارد کردن به اصطلاح رنگ، یعنی یک نوعی مواد شیمیایی وارد میکنید در درون به اصطلاح این بوته و این خودش رو انتقال میده در درون هندوانه، این چیزی نیست که پنهان شده باشه. این رو چه کسی اجازه داده؟ این رو چه کسی تصمیم گرفته؟ حالا به فرضم که در نظر بگیریم که اون تولید کنندگان بدونی که قبلا به اصطلاح از دولت اجازه بگیرن این کار رو کردن به خاطر سودجویی و منافع شخصی خودشون، حال زمانی که ما میبینیم که این اومد وارد بازار میشه و بازار ازش صحبت کرده، کسانی که این اقدامات رو کردن کجا پیگرد قانونی در ارتباط با این افراد صورت میگیره؟ به هیچ وجه. و یا نمونه دیگه ای رو خدمتتون عرض بکنم، ما میدونیم که باز مثلا در ایران در ارتباط با مسئله به اصطلاح توت فرنگی انواع اقسام مواد شیمیایی دارن به کار میبرن، توت فرنگی در ایران برای حفظ اینها که بتونه به بازار بیادش، حرفا چه کسی باید این کنترل بکنه؟ سازمان های دولتی باید این کنترل بکنن. یا در ارتباط با سوسیس و کالباس هایی که در ایران ساخته میشه، اینها از نظر بهداشتی و قواعدی که باید رعایت بشه به هیچ وجه رعایت نمیشه و چه کسی بنابراین این کار رو باید بکنه؟ دولت و زمانی که تخلف داره صورت میگیره چه کسی باید گزارش بده و متخلفی رو در برابر دادگاه ببره؟ باز هم دولت هستش. یا نمونه دیگه ای رو در نظر بگیریم که یک زمینه بسیار گسترده ای هستش، مسئله گوجه فرنگی. گوجه فرنگی هایی که هستش در ایران، البته نه همش ولی بخش مهمی از این گوجه فرنگی هایی که وارد بازار میشه به عنوان گوجه فرنگی های سرطانزا ازش صحبت میشه. چرا؟ به خاطر اینکه در واقع سمها و مواد کودهای شیمیایی رو که استفاده میکنن برای کشت این گوجه فرنگی ها، این در خودش در واقع یک نوعی رگه های سفید رو در درون این گوجه فرنگی ها باقی میذاره و بر اساس آزمایش هایی که شده این در واقع رگه های سفید بیان همون وجود مواد به اصطلاح شیمیایی هستش که
برایش ازش استفاده شده و به این ترتیب اینها در واقع به عنوان گوجه فرنگی های سرطانزا در واقع معرفی شدن. خب چه کسانی باید جلو اینو بگیرن؟ اون کسی که سودجو هستش و داره میفوشه و داره میچاپه، اون که در واقع خب فقط به فکر چاپیدن هستش، قانون هستش که میتونه جلو این رو بگیره، یک دولت مسئول هستش که میتونه جلو این رو بگیره، اون به اصطلاح مسئولینی هستش که در درون فساد غرقه نیستن، اونها باید رعایت بکنند و جلوی متخلفین رو بگیرن. حتما افراد دلسوزی هستن، من این رو نمیخوام یک جانبه برخورد بکنم، ولی که میزان و حجم این به اصطلاح محصولات فاسد، محصولات به اصطلاح آلوده به مواد شیمیایی، مواد سمی، آنچنان گسترده هستش که ما از این یک نتیجه رو میتونیم بگیریم و اون هم این هستش که مسئولیتی که از دولت میتونیم انتظار داشته باشیم، این دولت به هیچ وجه این مسئولیت رو نداره، نه مسئولیت در ارتباط با نرم ها داره، نه مسئولیتی در ارتباط با نوع به اصطلاح تولیدی که میشه و چگونگی موادی که در این درون تولید استفاده میشه و نه مسئولیتی در ارتباط با آموزش کسانی که تولید میکنن. تولید کننده باید آموزش ببینه، یعنی در ارتباط با مواد شیمیایی باید آموزش ببینه، در ارتباط با آبیاری باید آموزش ببینه، در ارتباط با اینکه چگونه محصولات خودش رو بتونه حفظ بکنه، نگهداری بکنه، به بازار برسونه باید آموزش ببینه. اتاقهای اصناف میتونه به وجود بیاد که فعالانه در زمینه کار بکنن. خود رادیو و تلویزیون بارها و بارها حساسیت افراد رو میتونه بالا ببره، انجمنهایی رو میتونه در این زمینه در واقع تشویق کرد که اینها کار آموزشی خودشون رو انجام بده و تمام زمینها در واقع ما به اصطلاح یک جای خالی باش مواجه هستیم. به این خاطر هستش که ما وقتی که شما سوال مطرح میکنید که پس این نقش دولت چیست، نقش دولت در تمام این زمین ها هستش، ولی متاسفانه این دولت یا به خاطر بیکفایتی خودش، یا به خاطر فسادی که درونش هستش، یا به خاطر اینکه افراد در واقع در زمینه های گوناگون دارن از یک نوعی به اصطلاح فسادهای پولی و مالی دارن استفاده میکنن، چشمشون رو میبندن و به این خاطر هستش که ما مواجه با یک سیستم اختاپوسی هستیم که سراپاش فساد گرفته و مدیریتی هم که اجرا میکنه این مدیریت کاملا مدیریت منفی هستش. من در اینجا در این بحث به اصطلاح متوقف میکنم بحث خودم رو، ولی یک چیز دیگه، یک بخش دیگه حتما باید بپردازیم و اونی که مسئله به اصطلاح استفاده از مواد شیمیایی در درون کشاورزی ایران هستش. مسئله محیط زیست در ضمن برمیگرده به این که نوع کیفیتی که در کشاورزی و تنظیم تولیدی که کشاورزی میخوام صورت بدیم، چگونه این محیط زیست در درون این فضا رعایت میشه. دقیقا مسئله بسیار بسیار مهمی، همونطور که اگه خاطرتون باشه در مقدمه من به این داستانه اشاره کردم که آلودگی پیرامونی خودش یه موزله. این موضوع دوم که شما به درستی روش انگشت گذاشتی، آلاینده ها، اینا هم یه موضوع دیگر است که این رو تو پدیده های مختلف میشه ببینی. و یه روزگاری فرض کنید که تو ایران راجب زعفران، یه گیاه کم و فصلی است در حقیقت و عطر و رنگ خوبی هم داره، خب تقلب میکردن چون که گرون بود، کم بود. ولی امروز میشنوی که در نخود و لوبیا و لپه هم تقلب میکنن، یعنی اصلا یه پدیده وحشتناکه. حالا اجازه بده بریم به این موضوع بپردازیم و اون همین موضوع افزایش این آلاینده هاست که یه تصویری هم فهم میکنم راجبش داریم. اجازه بدیم با همین تصویر مطلب رو شروع بکنیم. بفهمید، در خدمت شما. دقیقا مسئله این که جالبی اگه تصویر رو نگاه بکنیم میبینیم که این به اصطلاح ذرت چگونه انواع اقسام مواد در درونش وارد میشه و این مواد از جمله مواد شیمیایی هستش. ببینید زمانی که مواد شیمیایی وارد در واقع این مواد خوراکی میشه، بناگزیر درسته که به نحوی در واقع حشرات رو داغون میکنه، به نحوی به اصطلاح این چیزهایی که تولید و تخریب میکنن اونها رو در جلوش میگیره اینا، ولی که ما در نظر داشته باشیم که اگر ما
در این کشاورزی خواهان این هستیم که راندمان رو بالا ببریم از طریق در واقع حذف آفات از طریق شیمیایی، از طریق شیمیایی مطمئن باشیم که نتیجه این استفاده از مواد شیمیایی و آلاینده ها در درون بدن انسان جای خودش رو پیدا خواهد کردش. و شما در نظر بگیرید که امروز اصلا یک موج گسترده در جهان، در جهان پیشرفته به وجود آمده که چگونه میزان در واقع مجموعه این مواد شیمیایی، این مجموعه این به اصطلاح سمومی رو که به کار میبرن تا بخواد تولید رو افزایش بده، یک جریان گسترده به وجود آورده که این جریان گسترده به ما داره میآموزه که ما از این خط به اصطلاح تولید انبوه متکی بر مواد شیمیایی باید جدا بشیم، خارج بشیم و یک کشاورزی سالم، یک کشاورزی بدون مواد شیمیایی رو در واقع باید گسترش بدیم. امروز در درون خود به اصطلاح اکوسیستم طبیعی، امروز در فرانسه این پینتو دوس ها هستن، این به اصطلاح که حیوان های بسیار کوچولویی که هستن و خیلی هم زیبا هستن، کش میدن به شکل بسیار بسیار گسترده. این پینتوس ها یکی از ویژگی ها و خاصیت های جالبی که داره، یه بخش مهمی از این حشرات و این به اصطلاح آفات مربوط به گیاهان رو میخوره و داغون میکنه. و بنابراین شما، ما در فرانسه یه بخش تولیدی داریم که تولید در واقع غیر شیمیایی هستش و این تولید غیر شیمیایی شما در واقع میرید در محل تولید میتونید نگاه بکنید، در اونجا هیچ گونه ماده شیمیایی به کار نمیبرن و تنها و تنها خود سیستم طبیعی از طریق گذاشتن کرم ها، از طریق گذاشتن پیندوس ها و یا در واقع نوعی به اصطلاح حیوانات دیگه ای، همه اینها اجازه میدن که اون حشرات و یا اون آفاتی که گیاه رو داغون میکنن رو جلوش رو بگیرن. و بنابراین امروز جالبه در درون طبیعت نیروهایی وجود داره، در درون طبیعت پتانسیل هایی وجود داره که خودش قادر هستش که آفات رو داغون بکنه، جلوش رو بگیره. و بنابراین این زمانی که به این ترتیب طبیعی جلوی آفات گرفته میشه، بنابراین هیچ گونه به اصطلاح خطری برای سلامتی انسان نخواهد داشتش. شما امروز توجه بکنید که میزان در همین به اصطلاح گوجه فرنگی که صحبت میکردیم، میدونید که یکی از به اصطلاح مواد که قابل استفاده هستش و استفاده میکنن، مواد شیمیایی سمومی که ازش استفاده میکنن، آزوت هستش و این دارای نیتریت و نیترات هستش و وارد گوجه فرنگی که میشه این رو تبدیل میکنه به یک در واقع گیاه و یا ماده در واقع سرطانزا. یا شما توجه بکنید امروز در ایران هزاران تن، یعنی بر اساس خود آمار دولتی در ایران میزان به اصطلاح در سال 1375، در سال 1375 خورشیدی میزان به اصطلاح تن، میزان کود شیمیایی که مصرف میشد در درون کشاورزی بیش از 2.2 میلیون تن کود شیمیایی استفاده میشد. 2.2 میلیون تن در سال 1395، در سال 1392، یعنی حدود 20 سال بعد که در حال حاضر باشه، میزان کود شیمیایی که در کشاورزی ایران مصرف میشه به 2 برابر رسیده، یعنی 4.4 میلیون تن کود شیمیایی در این کشاورزی استفاده میشه. خب اینها چی ها هستش؟ به ما نمونه بگیرید. شما حتما خاطرتون هستش سم DDT که یک مشتم می بود که برای امشیا استفاده میکردن در این خانه در دوران گذشته که به اصطلاح این مگس رو بکشند و این حرفا، و این یک به اصطلاح شدیداً سمی بودش و از این سم DDT برای کشاورزی، برای به اصطلاح به عنوان علفکش ازش استفاده میکنن. و بر اساس مجموعه گزارش های محافل بین المللی این سم DDT در واقع سمی هستش که سرطانزا هستش و در ایران به شکل گسترده ازش استفاده میکنند. یا نوع دیگرش مالاشیپ گرین اسمشه
مالاشیت گرین یک نوعی در واقع موادی هستش که برای شیلات و ماهی ها استفاده می کنن و این بر اساس آزمایش های به اصطلاح جهانی این نوع ماده در واقع برای به دنبال خودش مجموعی از به اصطلاح گرفتاری های مربوط به سلامتی و از جمله بیماری های خود ماهی ها رو تولید می کنه و از جمله ماهی های سرطان آور رو تولید می کنه. یا نمونه دیگه هستش یا مثلا نوع محصول دیگه هستش که بهش میگن آپیروس. آپیروس یکی از مواد شیمیایی هستش که برای تولید گندم استفاده میکنن و این در واقع باز برای اینکه آفات رو جلو بگیره و به شکل بسیار گسترده در ایران استفاده میشه. یا یک مورد دیگه هستش به نام کلوره که سمی هستش که موجر به سرطان میشه و این رو بخصوص در به اصطلاح باغ‌ها و در جنگل‌های استان گلستان استفاده کردن و میزان به اصطلاح سرطان در این استان به شدت بالا رفت به خاطر همین استفاده از کلوره. شما نگاه بکنید این مجموعه از کجا میادش؟ این اگر به اصطلاح تولید شده تولید ایران نیست، اینها عمدتا توسط شرکت های مهم جهانی از جمله یک شرکت بسیار بسیار عظیم جهانی هستش به نام مونسانتو بهش میگن که شرکت آمریکایی هستش، توسط این شرکت مونسانتو در واقع این تولید میشه که این شرکت مونسانتو یکی از به اصطلاح فعالیت‌هاش همین تولید مجموعه مواد در واقع آلاینده و سمومی هستش که برای کشاورزی مورد استفاده قرار میگیره. یه بخش دیگه از کارش فروش دانه ها و تخم هستش که در واقع خود اون هم باز نوعی وابستگی دیگه‌ای رو به وجود میاره متاسفانه و اینها تخم‌هایی هستش که ترانسژنیک هستن. خب حالا شما نگاه بکنید زمانی که این واردات صورت میگیره، پس نقش دولت در این زمینه چیست؟ اگر مسئله به اصطلاح همه میگند و گفته میشه در سطح جهانی، دیگه مسئله خیلی واضح و آشکار هستش که این چنین به اصطلاح مواد شیمیایی جز ایجاد تنگی نفس، جز ایجاد به اصطلاح خطرات برای سیستم گوارشی، جز ایجاد خطر مسئله سرطان و غیر و ذلک هیچ گونه نتیجه دیگری برای زندگی انسانی در واقع ندارن. خب به طب زمانی که با برخی صحبت میشیم، اونهایی که کمی توجهشون به زندگی انسانها و سلامتی انسانها نیست، این هستش که میگوین که بله آنچه مهم هستش اینه که ما باید امروز راندمان رو افزایش بدیم و این راندمان در واقع به خاطر اینکه به اصطلاح در جهان گرسنگی وجود داره و بنابراین اگر میزان کافی نداشته باشیم این گرسنگی‌ها هم زیاد خواهند شد. خب اول از همه ما نگاه بکنیم به شکل دقیق که اون میزان از کسانی که از این مواد شیمیایی دارن استفاده میکنن عمدتا در کشورهای پیشرفته صنعتی هستش عمدتا و اینها در واقع هیچ وجه خواهان اصلا این نیستن که به کشورهای دیگه کمک بکنن، حتی از در ارتباط با مواد کشاورزی که از این طریق به وجود آمده. یک دو اینکه اساسا شما چه به اصطلاح خدمتی میخواهید بکنید به جهان که بگید که اینها برای اینکه نمیرن من بهشون مواد به اصطلاح کشاورزی میدم، منتها مواد کشاورزی که خود اینها مواد کشاورزی سمدار هستش. خب شما وقتی تشویق نکنید که به سنت های سعی کشاورزی رشد پیدا کنه، کمک بشه که کشاورزی سالم رشد پیدا بکنه، تمام به اصطلاح انتخاب رو روی انتخاب اقتصاد کشاورزی صنعتی و شیمیایی قرار میدید و بنابراین خیلی ساده میگید که خب ما چجور ممکنه تولید نکنیم، باید تولید بکنیم. خب پس بنابراین مسئولیت شما چیست؟ اگر این ملت دارن در واقع نابود میشن و میزان بیماری در یک کشور مانند ایران و جاهای دیگه داره رشد پیدا میکنه از طریق مسائل محیط زیستی، یعنی محیط زیست یعنی چی؟ یعنی همین موادی که در درون کشاورزی، در درون گیاهان، در درون در واقع جنگل ها استفاده میکنی، از همین موادی که در درون کل به اصطلاح فضا و کل هوا در واقع دارید پخش میکنید، خب این زمین رو به این اندازه که فشار میارید و مواد در واقع شیمیایی رو به در درونش میچپونید، خب به ناگزیر نتیجهش نتیجه تخریب زندگی انسان ها هستش و به همین خاطر هستش که شما در نظر بگیرید که ما نباید کوتاه بیاییم نسبت به این نوع به اصطلاح تولید که یک تولید خطرناک شیمیایی هستش. ملت ها باید بدونن که سهمشون از زندگی تمام زندگی هستش و این گونه مواد شیمیایی توسط شرکت های بزرگ جهانی تولید
تولید شده که خواست اونها کسب سود هرچی بیشتر هستش و نه الزاماً سلامتی انسانها هستش. و ما باید در برابر این وضعیت غیر عادلانه واقعاً باید بشوریم، به خاطر اینکه مسئولیت اینها ندارن، از دولت‌ها گرفته تا چنین شرکت‌هایی که در واقع آنچه که برای اینها اهمیت نداره همانا در واقع زندگی انسان‌ها و سلامتی محیط زیست هستش. ببخشید استاد، من نمی‌خوام که آقای دکتر جلی از موضوع بحث خارج بشم و دارم میخواد تو همین بحث حقوق در حقیقت محیط زیست باقی بمانیم، اما به هر حال حوادث پیرامونی باعث میشه که یعنی حکم میکنه که ما به موضوع دیگه هم اشاره بکنیم. ببینید اتفاقی که الان افتاده، یعنی این وضعیتی که مثلا ترامپ یا ترامپیستا، بهتره که این لغتی که اکنون به کار میبرن، این تعریفی که ازشون میکنن، ترامپیستا به سر کار آمدن و میگوین ترامپیستا در اروپا هم فعال هستن و نتایج انتخابات رو که نشون میده دست راستی ها برنده میشن و اصولا دست راستی ها، گفتم در بخش پیشم که اینا اصلا وقعی به این ماجرا نمیگذارن و اصلا براشون اهمیتی ندارد و حتی موضوع گرمایش زمین رو یه پدیده گذر میدونن و میگن این طبیعیه، قبلا هم بوده، بعد هم خواهد بود و از این حرفا. حالا با این اتفاقاتی که افتاد، مثلا فرض کنید که همین فاجعه‌ای که دیروز در برلین صورت گرفت، در حالی که فرانسه هنوز از تب ماجرای سال گذشته خودش بیرون نیامده، دوباره در همین ایام کریسمس این ضربه وارد میشه، این باعث میشه که طبیعتاً دست راستی ها و افراطی ها یا به قول اینها ترامپیستا که اعتقادی به این داستان ندارن به سر کار بیان. تکلیف چیست؟ چه باید کرد؟ ما کدام است؟ بفرمایید. بله، متاسفانه این جریانه که نوعی جریان راست متمایل به اصطلاح که میشه گفت پوپولیستی، نوعی با رگه های حتی فاشیستی میشه نگاهش کرد، با یا رگه های کاملا شوونیستی یا ناسیونالیستی میشه نگاهش کرد، در اروپا هم در حال افزایش هستش. ما این پدیده در لهستان میبینیم، در مجارستان داریم، در اتریش داریم، در انگلستان داریم، در فرانسه داریم و غیره، و بنابراین یک پدیده جهانی هستش، پدیده‌ای که در کشورهای دیگه هم به نوعی در واقع وجود داره، ولی که به هر حال نمایندگان برجسته کنونیش در آمریکا آقای ترامپ هستش و در فرانسه هم خانم لوپن هستش و یا در به هر حال جاهای دیگه. این واقعیت هستش که این جریان به اصطلاح ناسیونالیستی یا جریان پوپولیستی یا جریان راست افراطی، آنچه که برایش مهم هستش اینه که خیلی از این گونه مسائل رو براش به عنوان یک داستان سرایی تلقیش میکنه، یعنی اهمیتی براش نداره. یعنی شما، من به نگاه کردم به تمام این جریاناتی که ازش ذکرشو کردم، نگاه اینها به محیط زیست اصلا غایب هستش، یا مخالف هستن یا اساسا براشون اهمیت نداره و هیچ گونه جایگاهی در برنامه سیاسی اینها نداره. یعنی نکته‌ای که شما در ارتباط با آقای ترامپ مطرح میکنید و تلاش این فرد برای در واقع نفی سیاست محیط زیستی که تا حدودی در زمان آقای به اصطلاح اوباما در شکل میگرفتش و در ارتباط با یک کشوری که یک به اصطلاح وضعیت برجسته جهانی داره، زمانی که اون میگه که من به چنین چیزی اعتقاد ندارم، خب این به تبع تمامی کشورهایی رو که باید در این زمینه حرکت بکنن رو اونها رو هم در واقع شل میکنه، اونها رو هم در واقع سوس میکنه و بنابراین یک بی مسئولیت همگانی در عرصه یک جهان هستش که آقای ترامپ داره واقع داره مطرح میکنه. و بنابراین این جریانات در واقع ناسیونالیستی و راست افراطی به هیچ وجه دغدغه خاطری در این زمینه ندارن و اگر آقای ترامپ میگه که این نوعی توطئه چینی هستش، در خود فرانسه هم ما دقت بکنیم همین مواردی که مورد صحبت ما بود، یعنی مسئله سلامت به اصطلاح سلامتی و امر امنیت غذایی در فرانسه، شما هرگز
هرگز در برنامه اینا هرگز ندیدید این مطلب رو. این رو از جانب اکولوژیست ها میبینید، بارها بارها تکرار میشه، برخی اوقات از جانب به صلاح چپ سوسیال دموکرات مطرح میشه و یا به صلاح بخشایی از جناح راست این رو مطرح میکنن، ولی جناح راست افرادی هرگز این مسئله رو مطرح نمیکنه. اون چه که به صلاح نوعی حرف دائمی اینها هستش اینه که یک، خارجی بد است و ما در واقع به خودمون باید برگردیم، خودمون رو باید حفظ کنیم، درهای مملکت رو باید ببندیم و باید در واقع اقدامی که بکنیم، اقدام در واقع برپایی تولید شغل در درون خودمون و با توجه به استعداد خودمون هستش که میتونه این رو عملا به انجام برسونی، نوعی در واقع جدا کردن خودش از مسائل جهانی هستش، حال آنکه امروز مسائل کشورها مسائل بین المللی هستش، چه بخواهیم چه نخواهیم مشکلات هم داخلی هم بین المللی هستش و راه حل ها هم داخلی هم بین المللی هستش. برابری یک نگاه کور و به اصطلاح کاملا تعیین نظرانی هستش که این به اصطلاح جریانات در دستور خودشون قرار میدن. و از سوی دیگه هم با توجه به این حوادث ایران که به اصطلاح دیروز اتفاق افتاد و پریشب اتفاق افتاد در آلمان، ما متاسفانه در ارتباط با جریان اسلامیستی بنیادگرایی که وجود داره در به شکلی به فعالش در فرانسه خودشون نشون داده، در بلژیک خودشون نشون داده و امروز هم خودش رو در آلمان نشون میده، البته کشورهای دیگه‌ای بودن، در تونس این مسئله بوده، در ترکیه مسئله بوده، در به اصطلاح مصری مسئله بوده و در خود به اصطلاح آمریکای مسئله بوده، به طبع یک پدیده جهانی هستش و شما به هرگز نمیتونید خودتون رو از به اصطلاح خطراتی که این بنیادگرایی اسلامی داره خودتون رو در به اصطلاح امنیت نگه بدارید. متاسفانه این یک جریان ایدئولوژیکی بین‌المللی هستش، جریانی که توسط به اصطلاح برخی کشورهای مانند عربستان سعودی و یا جریاناتی که خواسته و ناخواسته مانند محافلی از محیط به اصطلاح جریانات آمریکایی و یا اروپایی اینها دامن زدند و به وجود آمده. و امروز جریان داعش از یک سو میبینی که مورد به اصطلاح حملات نظامی اروپا و عراقی ها قرار گرفته و از سوی دیگه برای حفظ خودش در واقع نه تنها جنگ رو در اونجا ادامه داره میده و به این راحتی نمیشه بر اونها غلبه پیدا کرد، به خاطری که اونها در درون جمعیت در واقع غیر نظامی خودشون رو حرکت میدن و به اصطلاح کار خودشون رو ادامه میدن، ولی که اینها در قصد با این قصد هستش که تمامی به اصطلاح سیستم غربی و تمدن غربی رو اونجایی که میسر هستش تخریب و داغون بکنه. آمریکا دور هستش به لحاظ نوع وضعیت جغرافیایی و کنترل گسترده‌ای که صورت میگیره، علارغم اینکه مواردی هم بوده، ولی به هر حال اون میزان به اصطلاح گسترشی که به اصطلاح اسلامیسم تروریستی در اینجا میتونه باشه در اونجا به هر حال محدودتر داره، به خاطر اینکه جمعیت گسترده‌ای هستش، رابطه فعالی با کشورهای عربی وجود داره، جریانات به اصطلاح ایدئولوژیک شدیداً تروریستی و ایدئولوژیکی در اینجا عمل میکنن و از طریق به طب هم تکنولوژی‌های جدید هم عمل میکنن و به این خاطر هستش که این شبکه‌هایی که خفته هستن، شبکه‌هایی که بلافاصله میتونن عمل بکنن، گسترده هستند. و امروز یکی از مسائل مهمی که در امروز در فرانسه وجود داره این هستش که این عناصری که به اصطلاح رفتن در اونجا جنگ کردن، مثلا از فرانسه حدود 2000 نفر فرانسوی که مغربی تبار بودن، یعنی عرب تبار بودن و یا درصدی هم از اونها هم فرانسوی ها اصل بودن، اینها رفتن، حدود 800 نفر اونها در اونجا کشته شدن و بخشی از اینها در واقع خواهان بازگشت هستن و برگشتن و امروز میگن که خب ما به اصطلاح در واقع اون دوره رو دیگه قبول نداریم، ولی که به هیچ وجه به اینها نمیشه اعتماد کرد، چرا که بر اساس تحقیقات نشون داده میشه که این افرادی هستش که در واقع نسبت به هدف اونها که تخریب جامعه فرانسه و تخریب کشورهای اروپایی هستش، از این هدف دست بر نداشتن و به همین خاطر هست یک موزلی گسترده هستش که امروز در این فرانسه
چگونه با این امر مبارزه بشه، در این حالی که نباید به راسیس و نجات پرستی بیافتیم، در این حالی که نباید به بردباری رو در واقع حسبش بکنیم، و در ضمن این مسئله اجازه میده همون کسانی، جریانات راست افراطی، همون جریانات ترامپیست، همون جریانات خانم لوپن از این موقعیت باز استفاده میکنن برای نفوذ بیشتری در درون جامعه و خود رو دارای حقانیت نشون میدن که بیان که ببینی که ما میگیم که بنابراین همیشه به داخل خود محیط زیستم که این حرف مزخرفی هستش، اون کسانی که در واقع زیر سوال میبرن حق با اونا هستش، و بنابراین این مسئله اسلامیست هم در کنار اون توطئه‌های خارجی هستش قرار میگیره، و به این ترتیب یک به اصطلاح دیسکورس، یک به گفتمان ضد خارجی به وجود میارن. ولیکن ما باید در نظر داشته باشیم که در این حال که نباید به دام ایدئولوژیک اینها بیافتیم، ولی در ضمن اون هوشیاری خودمون رو در ارتباط با جریانات تروریستی و به اصطلاح اسلام تبار اینها رو ما باید کماکان شناسایی بشن، آموزش باید داد. جامعه غربی به هر حال جامعه هستش که دارای نوع شکنندگی و درش وجود داره. اینها خواهان تخریب دموکراسی هستند، خواهان تخریب در واقع تمدن هستند، و به این خاطر هستش که کل جامعه سکولار، کل جامعه در واقع لائیک به شکل خیلی خیلی فعالانه علیه این جریانات تروریستی باید مبارزه بکنه، و این مبارزه علیه تروریسم اسلامی، این مبارزه علیه فناتیزم اسلامی جدای از مبارزه علیه ایدولوژی های شوونیستی، ایدولوژی های راست افراطی نمیتوانه باشه. یا مثلا فرض کنید تو همین ماجرای محیط زیست، من نمیخوام این رو بحث رو باز بکنیم، فقط خواستم به عنوان یه نقطه به عرضت برسونم که همین این ماجرایی که در حلب به طور مثال اتفاق افتاده، خب نقطه کوچیک و کمی نیست. یعنی اینکه ما شاهد یه اتفاق عجیب و غریب هستیم، یا در نقاط دیگه دنیا جنگ و تأثیراتش. دلم میخواد اگر به ما رخصت بدید در یه فرصت دیگری این موضوع رو از این منظر هم بهش نگاه بکنیم و ببینیم که واقعا در تأثیرات جنگ، تخریب در آینده محیط زیست چگونه است. اگر اجازه بدید این بحث رو اینجا ببندیم، و من باز هم صمیمانه از حضور شما در این برنامه سپاسگزاری بکنم. واقعا از شما ممنونم آقا، مهر میکنید، سپاسگزار همه مهر و محبت شما هستم. برای خودت، عزیزانت و خانواده معزز آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر هفته آینده که بتونیم بحث رو که به نظر من بحث بسیار مفید و مهمی است با هم دنبال کنیم. سپاسگزارم از شما، ممنونم. من هم سپاسگزارم، همیشه خوش باشید. متشکرم. بها شنیدیم صحبت‌ها و فرمایشات آقای دکتر ایجادی رو، امیدوارم که این صحبت‌ها کمک به ما بکنه. این مسئله بسیار مهم است، این که عرض می‌کنم خدمت توجه بکنید. این فقط آدم باید عاشق وطنش باشه تا بتونه اینجور صمیمانه با عشق و محبت این کار رو پیش ببره. به حال از اینکه این برنامه رو دنبال میکنی و همراهی میکنی و در معرفی آن کوشا هستی، از شما سپاسگزارم. همونطوری که مطلع هستید این برنامه ها لینکش در فیسبوک و تویتر و گوگل پلاس و کانال تلگرام قرار میگیره. اگر شما عضو یکی از این صفحات باشید و همراه ما باشید، یقینا اینا برای شما ارسال میشه. شما ارسال لطف کن اینو تو صفحه خودت شیر کن. آسان تا ایران است که به فیسبوک ما بیه، همونطور که عرض کردم و میدانید آدرس ما تو تمام این شبکه ها میهن تیوی نمره 1 است. بها خوشحال خواهم شد که پذیرای نظرات شما باشم. باز هم پیشنهاد میکنم برای رسیدن به خبرها، ویدیوها و لینک های مرتبط به مردمریپورت.net بروید و از اون استفاده کنید. عضو اون صفحه هم اگه دلت خواست بشوید، که به حال کاوه نازنین زحمت فراوان میکشه و این لینک ها رو همه رو در یک صفحه جمع میکنه برای من و شما قرار میده. شما هم مهر کن اینا رو برای دوستانت بفرست و به دوستانت بگو
و دعوتشون کن به مردم ریپورت داده. از اینکه ما را همراهی کردی. باز هم صمیمانه سپاسگزارم. تا فرصتی دیگر. متشکرم.